در مورد نقاشی مدرن ایران دفعه پیش صحبت کردیم از 1300 تا 1355. در اواسط سال 55 تقریبا میشه گفت که فعالیت‌های هنری و ادبی ایران تا حدی متوقف شد به دلیل اینکه مسائل اجتماعی حاد شده بود و مردم آرام آرام میآمدن تو خیابان‌ها و زمین‌های انقلاب فراهم میشد و مسائل هنری، نمایشگاه ها، جشنواره ها، اینا همه به یه نحوی در محاق رفتن. این تعطیلی هنر و ادبیات در حدود 12 سال طول کشید، به دلیل اینکه بلافاصله بعد از انقلاب قضایای جنگ پیش اومد و در زمان جنگ مسائل مهمتری بود که بعد بهش می‌پرداختن و ماجراهای بمباران ها و اینا امکان و فراغتی برای فعالیت‌های هنری و ادبی تا سال 70 فراهم نشد. اما یک در واقع نقاشانی که قبلا کار می‌کردند در طول این سال‌ها در آتلیه‌هاشون کار می‌کردند، اما به دلیل اینکه نقاشی موضوعیت و اهمیت خودش از دست داده بود در جامعه و نوع نگاه دیگه‌ای وجود داشت به نقاشی و مجسمه‌سازی و هنرها، به طور کلی اینها کمتر آثار خلاق توی این دوره میبینیم. بسیاری از نقاشان برای اینکه ادامه بدن کار خودشون، گل میکشیدن، کارهای بیخطر میکشیدن دیگه، مثلا اون کسانی که تابلوهای نود داشتن یا طبیعتگرا بودن یا فیگوراتیو کار میکردن، اونا یا رفته بودن از مملکت یا اینکه در آتلیه هاشون کمتر کار میکردن و گالری هم فعال نبودن. اما یک اتفاق مهم افتاد، یعنی کار گرافیک و نقاشی در قبل از انقلاب و تا دهه 70 یه دفعه اوجی گرفت. عده‌ای از نقاشان دانشکده دیده و غیر از اونها، اینها آمدند و هنر خودشان در خدمت آگاهی توده ها و تبلیغ انقلاب گذاشتند و این بچه ها در واقع بچه های جوان آمدند، اول تو حسینی ارشاد، بعد توی بعضی شهرستان ها و عاقبت تو حوزه هنری متمرکز شدند و در حوزه هنری کار کردند و در واقع اینها موتور هنر انقلابی رو راه انداختند. خب میشه از اسامی مثل پلنگی، خسرو جردی، بعد ایرج اسکندری و کسانی از این دست نام برد که اینها در فعالیت کردن تو زمینه سینما، شون مخمل باف کسان دیگه بودن، تو زمینه ادبیات آدمای دیگه بودن و اینها در واقع ادبیات هنر که قبلا در یک گستره وسیع‌تری بود، اومد بیشتر توی یک جای نسبتا دولتی متمرکز شد و اینها هدفشون ارتباطگیری مجدد با مردم انقلابی دانستن. حالا در واقع انقلاب خودش به معنای زیر رو شدن هست و همه چیز دگرگون میشه در انواع انقلاب هایی که در جهان هست. قشر متوسط قبلی یه جوری تقریبا منهدم شده بود، طبقه متوسط قبلی که به هر حال حامی هنر و ادبیات بودن، یه جوری یا رفته بودن یا دیگه فعال نبودن، بر سر کار نبودن و قشر متوسط دیگه‌ای به وجود میامد که خواستگاه اینها در واقع بازار بود، یه مقدار حاشیه نشین های شهری بودن، روستاییان مهاجرت کرده به شهر بودن و آدم هایی که به هر حال قدرت رو به دست گرفته بودن و نگاه تازه ای هم به هنر و ادبیات شروع شده بود که حالا جای بحثش اینجا نیست. به هر حال جنگ نیاز داشت به تبلیغ و تهییج توده ها برای رفتن به جبهه ها و ما که در یک وضعیت دفاعی بودیم و به کشورمان حمله شده بود، ناگزیر بودیم که از تمام توان خودمان برای دفاع از مملکت
کار کنیم. و این نقاشان انرژی خودشون داشتن برای فرستادن بچه‌ها به جبهه از طریق تابلوها و بیلبوردهایی که می‌ساختن و کارهای گرافیکی که می‌کردن و نوعی هنر تبلیغی پدید آمد که ریشه های اینا توی نوعی نقاشی شبه روسی یا و شمایل نگاری های خودمان بود. یعنی در این حالی که پاره ای از دیوار نگاره ها یا تابلوهای روسی منبع الهام اینا بود، یه مدارم خود ما اینجا از طریق شمایل نگاری ها، پرده ها و مثلا مصائب روز عاشورا و اینا که توی پرده های دراویش بود، اینا آمدن توی نقاشی و الهام دهنده این کارا شدن و مسئله شهادت، جنگ، مبارزه برای مملکت و قضایی از این قبیل حاد شد و بعضی از اینا تو این زمینه نام‌آور شدن. و وقتی که ما به این دوره نگاه میکنیم، گالری ها تعطیل، جنگ در کوچه و خیابان ادامه داره، مردم در واقع مشکلات خاصی دارن و هنر ادبیات یه جوری کم اهمیت هست. بعد تا اینکه جنگ تمام میشه، به معنی که جنگ تمام میشه، گالری سیحون اولین گالری بود که باز شد و گفت که خب حالا بیایم به جز این نقاشی که هست و تبلیغ میشه یه نوع نقاشی دیگه هم وجود داره و اون کار رو به نمایش گذاشت. بعد از انقلاب میشه گفت که چهار گروه توی سه یا چهار گروه با همدیگه به موازات همکار کردن. یکی اساتید قدیمی بودن که در دوره پیشین هنرمندان شناخته شده بودن و اونا کارهای خوشن در طول این سالها ادامه داده بودن و حالا در واقع به یک رشد و تکاملی رسیده بودن. آدم هایی مثل بهمن مؤسس، مثل سپهری یا کسانی از این دست. یک عده بودن که جوانیشان در قبل از دهه 60 بود ولی حالا و فعالیت کرده بودن، الان به یک حالت رشدی رسیده بودن و نام‌آور شده بودن. اینها دو گروه بودن. یک گروه همونجور که گفتیم کسانی بودن که هنر خودشون در تبلیغ مسائل انقلابی و جنگی گذاشته بودن. یه دم کسانی بودن که با بهشان میگیم نقاشان آزاد، که نقاشانی هستن که ایده هایی به جز مسائل روز تعقیب میکنن، مثل یعقوب امامه پیش، نصرت الله مسلمیان، مهدی صحابی، که اینا موضوعاتی که جنبه تبلیغی و ترویجی نداره مطرح میکنن و برای خودشان یه راه دیگه‌ای در نظر گرفتن. ولی اینا در یا کوروش شیشه‌گران که اینا قبل از انقلاب فعالیت میکردن ولی هنوز کارشان عرضه نکردن، بعد از انقلاب مجال پیدا کردن که کارشان عرضه کنن و این دوتا گروه به موازات هم دیگه پیش رفتن، که یکیش بیشتر شکل ایدئولوژیک و دولتی داشت و حمایت میشد، یه عده‌ام نه در کنار اینا کارهای خودشان میکردن. ولی هر دوی اینا در واقع هر دوی این گروه در سالهای بعد از 60 مطرح شدن. یک گروه هم هستن که اصلا تربیت شدگان دوران بعد از دهه 60 هستن، یعنی وقتی که جنگ در ایران، جنگ دفاعی در ایران در جریان بود، عجیبه که بسیاری از خانواده‌ها تو همون شرایط دشوار بچه‌های خودشون فرستادن به کلاس‌های نقاشی و موسیقی. اینکه چگونه یک ملتی به طور فطری و آگاهانه حس میکنه که ممکنه هنر در خطر باشه و بچه‌هاشون تو اون شرایط دشوار میفرستن تو کلاسایی که موسیقی یاد بگیرن که اصلا ضرورتی ظاهرن نداره، یا اینکه نقاشی یاد بگیرن، خیلی اهمیت داره. یکی از دلایلش البته این بوده که استادان نقاشی و موسیقی ما که بیکار شده بودن، اینا در خانه هاشان کلاس گذاشته بودن و شاگرد میخواستن. اما این تنها انگیزه نیست، انگیزه اصلی است که مردم حس میکنن که بالاخره هنر خودشون رو باید نگه دارن و بچه هاشون رو میفرستن و این بچه هایی که به طور عظیمی رفتن توی کلاس ها و موسیقی و نقاشی و ادبیات، حتی یاد گرفتن قصه خوانی و شعر نویسی، اینا بعدن تو دهه 70 یک حجم عظیمی شدن که کار هنری شروع کردن و اینها تربیت شده استادان قدیم بودن که فرصت داشتن که تو کلاسشان هنر خودشان رو منتقل کنن به اینا. و ما میبینیم که مثلا به قول آقای علیزاده میگه که ما نوازندگانی که الان بعد از انقلاب داریم، اینا هیچگاه در تاریخ ایران این همه نوازنده درجه یک نداشتیم. یا نقاشان ما ناگهان از تعداد معدودی
آدم تبدیل شدن به هزارها نقاش که ما الان آثارشون رو میبینیم و اینها بخشیشان محصول اون زیرکی فطری مردم ایرانه که حس کردن که باید فرهنگ ملی خودشون در هر حالی نگه دارن و این در طول تاریخ هم سابقه داشته و تمام میراث‌های کهنمان ما همینجوری در غارت‌ها، جنگ‌ها، مصائب طبیعی حفظ کردیم و چیزی است که در اعماق روحی یک ملتی است و مسئله نیست که بشه حالا دلایل ظاهری براش بیشتر تراشید. در ایران روح ملی یا اون چیزی که ملت به حرکت در میاره خیلی قویه به دلیل فرهنگ پیشینش و این کارهایی میکنه که در مقاطعی حتی روشنفکران و تحلیلگران مات میمونن که چگونه یک ملتی بدون هیچ گونه انگیزه بیرونی داره یک کاری که لازم هست انجام میده. حالا این تربیت شدگان کلاس های نقاشی بعدن اومدن و خیلی فعال شدن در سطح جامعه که الان از توی اینا آدم های شاخصی پدید اومدن. به هر حال در دهه 70، در آغاز دهه 70، یعنی در واقع میشه گفت 28 آبان 70، اولین بینال تهران برگزار شد. بینال ها معمولاً محل گرد همایی کل هنرمندان است که فعالن توی کشور. اگرچه تمام نقاشان ما تو بینال اول شرکت نکردن، فقط بخشی از اونا شرکت کردن، بقیه قهر کرده بودن از کارهای دولتی و از این فضای ناامن و اصلا بینال قبول نداشتن، ولی یه عده‌ای هم از همون جوانهایی که تو این دوره فعالیت کرده بودن و چه به صورت آزاد چه به صورت کسانی که کارهای ایدئولوژیکی و تبلیغی میکردن، به اضافه کسانی که تربیت شده این سالها بودن، در دهه 70 آمدن و شرکت کردن در بینال و بینال اول ایران توی موزه هنرهای معاصر برگزار شد. دولت، در واقع سیاست فرهنگی دولت از سال 57 به بعد برای این قرار گرفته بود که نقاشی در واقع چیزی که بیشتر از غرب آمده و بی خود نقاشان ما به تقلید از غرب این نقاشی رو پدید آوردن و بهتره که ما برگردیم به ریشه های خودمان و فرهنگ خودمان داشته باشیم و تصور کردن که نقاشی رو بذارن کنار برای این که یه جیب بود که از غرب آمده، حال کسا این تلقی غلط بود ولی به هر حال اینجوری معتقد بودن و بیایم یک هنر اسلامی ایرانی رو تبلیغ کنیم که خط است. خط در واقع سابقه بسیار طولانی داشت و بعداً در قبل از 57 هم خیلی رونق گرفته بود. 4 تا آدم درجه یک زنده رودی، معافی، پیلارام و احسایی تجارب بسیار درخشانی تو زمینه خط کرده بودن. بعد اینا گفتن خب این ما بیایم خط جایگزین نقاشی کنیم و در واقع با حمایت انجمن خوشنویسان و هدایت خطاطان اینا توانستن چند هزار نفر تو زمینه خطنویسی و خطاطی و اینا هدایت کنن و ارشاد کنن. این که خط بخش مهمی از فرهنگ تصویری و تجسمی ماست که در این شکی نیست، اما این که می تواند جایگزین نقاشی بشه شاید خیال درستی نبود، تصور درستی نبود. ولی به هر حال اولین جایزه بینال هم به آقای افجایی دادن به عنوان کسی که خط کار میکنه و به کسانی که به مسائل مذهبی فلسطین و مسائل تهیجی جنگ اینا بود جایزه ها رو بین دادن و در واقع خیلی صریح گفتن که ما این خط رو حمایت میکنیم و خطی جز این رو قبول نداریم. تو سخنرانی های متعدد اینا که من تو کتابم در واقع همین خلاصه از اون ذکر کردم آمده که هنر قبلی هنر منحطی بوده و بی ربطی بوده و هنر از زمان ما شروع میشه و اینم جوابچم اینه و هر کسان که تو این زمینه کار میکنن از حمایت ما برخوردار خواهند شد. در بینال های بعدی که هر دو سال یه بار تشکیل میشد این ماده غلیظ‌تر میشد و این نوع نگاه سامانمندتر میشد و سازمان داده میشد و
در واقع حمایت دولتی بیشتر از کسانی بود که یا به خط می‌پرداختن یا نقاشی که در خدمت انقلاب و مصالح عمومی بود. در این حال هم در کنار قضیه جسته گریخته یه عده‌ام کار خودشون رو می‌کردن و به کار هنری با همون الگوهای پیشین ادامه می‌دادن، الگوهایی که معتقدن که نقاشی زبان جهانی است و ما می‌توانیم به مسائل بومی خودمان محدود نباشیم. تقریبا در بینال پنجم هست، یعنی دیگه میشه حوالی 80 سال، اوایل 80 در بینال پنجم هست که تقریبا این تب فروکش میکنه بعد از 10 سال و اینا میبینن که این تأکید فراوان، یعنی مسئولان فرهنگی میبینن این تأکید فراوان روی هنر اسلامی شاید درست نباشه، بلکه هنر ایرانی یا هنر اسلامی اینا اصطلاحات درستی نیست، بلکه هنر یا یه چیز هنر هست یا نیست دیگه. وقتی که دیگه بگیم هنر مسیحی، هنر بودایی، هنر فلان حرفا، اینا اسکوزاری است که تقریبا زیاد اصالت نداره. شعر یا شعر هست یا شعر خوب است یا شعر بد دیگه، بعد شعر نو، شعر کهنه، نمیدونم شعر نیمدار، این قضایا اینا اصلا راه به جای نمیبره و سالها بعد این قضایا بحث این قضایا دعوا شد. قبل از اینکه ماجرای هنر اسلامی مطرح بشه در دوره قبل از انقلاب هم مثلا 10 سال عمر همه طرف شد روی اینکه شعر نو خوبه یا شعر کهنه، در که شعر رودکی ما لذت میبریم، شعر مولوی هم لذت میبریم، شعر نیما و شاملو هم لذت میبریم. شعر خوب وقتی گفته میشه، هنر خوب وقتی عرضه میشه، اونه که اهمیت داره. اینکه این در چه دوره‌ای گفته شده اون مسئله بعدی و ثانوی است و اهمیت چندانی نداره که ما بگیم چون ما الان در این دوره شعر میگیم پس شعر ما از حافظ بهتر است، اصلا چنین تلقی غلطه. و طبیعتاً از اوایل دهه 80 این گروه‌های کمی تو همدیگه قاطی شدن، یعنی اون سه گروه عمده، استادان قبلی که نام‌آور بودند و شناخته شدن در سطح جامعه، کسانی که در دوره در دهه 60 تا 70 مشهور شده بودند، و کسانی که کارهای تبلیغی و مذهبی و ایدئولوژی میکردن، و نقاشان جوان، اینا دیگه اون مرزها از بین رفت و اینا فکر به این آگاهی رسیدن که خلاقیت آثار هنری منوط به زمان و مسائل خاصی نیست، بلکه اونچه که اهمیت میده به یک اثر هنری این است که به ضرورت زمانه خودش ساخته بشه و واجد ارزش‌های همیشگی باشه، نه ارزش‌های مقطعی و موردی. ما میبینیم که بعد گالری‌ها کم کم، بعد از گالری سیهون که شروع کرد نقاشان پراکنده جمع کرد و کار اینا نمایش داد، گالری‌های دیگه هم فعال شدند و موزه هنرهای معاصر در این زمینه بعد دهه 80 فعال شد و هنر روی ریل اصلی خودش که از قدیم حرکت میکرد افتاد، دوباره افتاد روی ریل. یه از اون خط فرعی که براش ساخته بودن عبور کرد. در اون استادانی که قبلا کار میکردن قبل از دهه 60 و معروف بودن و بعد ادامه داشتن، آدمایی بودن مثل جوادی پور، اسفندیاری، بهمن محسس، بهجر سعد، الخاص، اینا آدم بودن که قبلا شناخته شده بودن، زندرودی، تناولی، اینا. یک اون گروهی که قبلا شناخته شده بودن تو دهه 40 و 50 کار کرده بودن اما در از دهه 60 بعد معرفی شدن و اهمیت پیدا کردن و به عنوان هنرمندان جامعه ما کارشون عرضه کردن، اینا کسانی مثل علیرضا اسبهبود، خانم اعتمادی، مهدی حسینی، کوروش شیشه‌گران، بهرام دبیری، واحد خاکتان، این کسانی بودن که اینها قبل از دهه 60 شهرت زیادی نداشتن ولی بعد از دهه 60 بهترین کارهاشون آفریدن. و گروهی که در واقع نوعی هدایت دولتی و نوعی در واقع در مسیر هدفهای انقلاب و جنگ کار میکردن، اونا هم یه جمعی بودن که بعضی هاشون هم کارهای خوبی نسبتا آفریدن بعدها، مثل خسرو جردی و ایرج اسکندری و حبیب صادقی، کسانی از این دست. و
که الان بسیاری از اینها دیگه اون روش از اون دوره‌های قبلی خوشان عبور کردن و در واقع به خود نقاشی بیشتر وابسته هستن. مثلا خود خسروجردی بعدها یه سری کارهای چیز داره، کارهای دیجیتال داره که خب کارهای مدرنی هست و در شبیه کارهای کارهایی که دیگران انجام میدن، یا پلنگی و صادقی و کسان دیگه. و به هر حال ولی نقاش، اون موج نقاشان که در این دوره از این کلاس ها در آمدن و تو عرصه هنر آشکار شدن، اینها تعداد بسیار زیادی هستن که یک جریان نیرومند هستند و از توی اینا خب یه عده‌ای مثل پویا آریانپور و اینها آشکار شدند. حجم عظیم اینها در واقع نشان دهنده نوعی کمیت تو نقاشی ماست، اما اینکه کیفیت آثار اینا چی هست، این مطلبی است که شاید تاریخ نگاران آینده بتوانن بهش بپردازن. برای اینکه معمولا چند دهه بعد بگذره تا اینکه یک نقاش جا بیفته توی افکار عمومی و توی جمع منتقدان و ارزیابی مجدد بشه. اما اینکه الان نقاشی ما تو دهه 90 اواسط 80 دهه 90 در چالی است، یه چند سالی هست که حراجی های بلمری در همسایگی ما در دبی اینا که برای ظاهرا در ایران انجام میشه بعد دیگه حالا به دبی اینا منتقل شده، اینا یک تحول اقتصادی در نقاش ایران پدید آورده. یعنی دوره های طولانی بوده که نقاش ایرانی و مجسمه ساز ایرانی از طریق خلق آثارش نمیتوانسته زندگی کنه. الان خوشبختانه این حراجی ها کمک کردن که قیمت تابلوها در یه حد معقولی باشه، حالا یا گاهی هم به طور نامعقول زیاده، ولی به هر حال در بازار داخلی خرید فروش میشه و حراجی تهران نشان داد که مردم خب به رغبت میان این کار رو میخرن. البته خب بیشتر اینا مجموعه دار هستن یا بخشای دولتی هستن، ولی مردم عادی هم این کار رو میخرن. این ایده درست پیدا شده که تابلوی نقاشی فقط یک امر ذوقی نیست که شما یه تابلو بخرید و آویزان کنید به اتاقتان لذت ببرید. این هست، این یه رسمی است، اما الان تابلو نقاشی به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری هم مطرح شده و این خیلی مهمه که شخص یه تابلوی رو بخره از یه نمایشگاهی یا از یه گالری و بعد چند سال بعد این قیمت بیشتری پیدا کنه و بتونه بفروشه. نقاشی داره وارد این مرحله اقتصاد درست میشه، یعنی بازارش به وجود اومده، هم بازار بیرونیش که حراجی‌های پاریس و لندن و دبی و جاهای دیگه است، هم بازار داخلی که اکسپوهای تهران است و در اینجا آثار فروش میره. البته یه عده از هنرمندان شکایت دارن که این پشتش نمیدونم دلالی است، نمیدونم یه نوع جهت‌دهی است، یه مدار هست، اینا وجود داره، این اصلا از عوارض سرمایه‌داری و کارش هم نمیشه کرد. ولی در این حال همینی که تابلو قیمتش در حدی قرار میگیره که میتواند زندگی هنرمند بچرخانه و اون بتواند به کارش ادامه بده، این مسئله خیلی مهمه. چون وقتی که کار فروش نره، نقاش بعد یک مدتی رها میکنه این کار و یه به یه کار دیگه میبرزه، گاهی به صورت تفننی به کار نقاشی میبرزه. ولی وقتی که خود نقاشی بتوانه یه درآمدی ازش کسب بشه، خب هنرمند هم بیشتر فعالیت میکنه، حرفه‌ای میشه و بعد تو حرفه خودش سعی میکنه که نام‌آور و یگانه بشه و یه ابداعی بکنه. خیلی حرفه‌ای شدن توی عالم هنر اهمیت داره و تو نقاشی ما داریم دوباره به طور درستی وارد حرفه‌ای شدن میشیم. یه دوره قبل از دهه 60 با فرمایش بزرگان این حرفا بانک ها و مؤسسات تابلو میخرن، اون تصنعی بود، ولی الان تقریبا شخص میدونه که این تابلو بخره از یه جوانی که فعلا ناشناخته است، این میدونه در آینده این هنرمند اگر معروف شد این تابلو به قیمت بسیار گرانی بفروشه و این همونقدر سوداوری که حالا یه زمینی بخره بفروشه و این اهمیت داره. و من تصور میکنم به رغم تمام ایرادایی که داره نباید این قضیه ده کاملا منفی نگاه کرد، بلکه دیگه اقتضای بازار هست که این کار انجام بشه.
چیزی که مقصود من هست اینی که بازار به هر صورتی باید به وجود بیاد، بعد اون بازار باید تصحیح بشه. همینجوری که برای رسیدن به آزادی بیان ما از یه دوره هرج و مرج باید عبور کنیم تا برسیم به آزادی بیان. چون به معنی میگن شما آزادی هر حرفی بزنید یک مش پرت و پلام گفته میشه، ولی باید تحمل بشه این پرت و پلاها تا اینکه آدما خسته بشن از مزخرف گوییشون و بالاخره فکر کنن که بس یه حرف معقولی بزنن و خریدار داشته باشن. این امر طبیعیه که ما از در هر زمینه از یه دوره آشوب عبور میکنیم و اینکه دولت‌ها و سیاست‌گذاران و خود افراد حرفه بتوانند تحمل کنند این آشوب و این بحران رو و این بحران از سر بگذرانند، این مسئله است که بستگی به فرهنگ اونجا داره. و من تصور میکنم که این فرهنگ توی جامعه ما تقریبا وجود داره که ما بتوانیم، دست کم تو مردم وجود داره که ما بتوانیم با یه شکیبایی به آینده نگاه کنیم.